خوبی؟ چی عزیزم؟ این شعری رو که دارم بخونن من از خودم دعوا کردم. خوبی؟ واقعا من دارم فکر میکنم که با انهدام تو غزل و غزل سرایی هم از بین میره. بگو. داری مسخره بکنی؟ دقیقاً. یه روزی رو ببینی که این شعر رو تو استادیوم ها برای تیما بخونن، اون وقت حسرتش رو ببری. برو کنار باهات بیاد ببینیم بابا. بگویم تقرار فامیلا رو ما کیف بکنی؟ آخه فسیل، تو که تا هفته پیش روحت هم از وجود چون این فامیلی خبردار نبود، حالا کوری بر من میخونی؟ آخه بردر زن بید دیگه، از قدیم ضرب المثل برگفتن که مرغ همسایه بز بید جیگر. شاخ شمشاد سردار پس چرا نوی اومدن؟ خب حتما آنها دارن چشمشان از کاسه در و یاد که قهرمان برره‌ای پای برره‌ای بیدن. آقاگاتینه لیلون شیر فرهاد چرا نوی اومدن؟ خب حتما و میرم واسه پسرم که اون لیلون نوزاشته که شیر فرهادم بیاد. وگوام وخوای من برم سر جفتشانه و برم. آخه بدبختی شیر فرهاد دعاشه. آی نه حواسم نبید راست بگوی. وگوام که اینه فقط وخوای برم سر لیلونه و برم. آخه بدبختی او هم زن دعاشت میدختن. شما اینه همیشه من سرکوب بکنی. شما این از بچه که استعدادهای من سرکوب بکردی نوزاشتی من شکوفا بشم. امروز روز مهمی در تاریخ برره میباشه. به پیشنهاد سالارخان و به همت شما مردم برره و البته با حمایت های بی‌دریغ ژاندارمری، بنابر این شده که از ببریخان تقدیر به عمل بیایه که او دزدها و راهزن های شومپتر را تارومار نمیده. بله، به همین خاطر یک هدایای هم در نظر گرفته شده که به ببری داده میشه. البته این هدایا بیشتر حالت سمبولیک داره. بله، یاور سمبولیک رو استاد کردن. نفشون به دو کمال کورش و نقطه چین بده. بله، هدایا به این گونه. البته هدیه اصلی همون 4000 تومنی بیده که مرکز در نظر گرفته بیده. خب البته هدیه دیگه هم بیده. اولین جایزه نخود بلورین میباشه که گویا چیز خیلی مهمی میباشه. بیا این تقدیم به شما باشه. نخوری نخود این سمبولیک بوده برچه خود بوده. سبر کنید سبر کنید و اجازه بدید. سبر کن قربونت باشم. سبر کن و یک جایزه ایم از طرف بخشداری در نظر برگرفتیم و این کلاه این دکترای افتخاری بید. نمیشم صدا دست بود. و من هم اجازه بدیم و من هم از طرف خودم و همسرم سهرناز این کوچلوار رو اصلا مال خود ایشون تقدیم میکنیم. ایشون حالا دست خشن. خب در این لحظه از آقای ببریخان تقاضا میشه که بر شما سخنرانی بکنه. سخنرانی کو بگو بر مردم حرف بزن. ببینم اگه شما میفهمید این چی میگه. الهی قربانت برم، تو افتخار من بیدی. تو باعث شدی بعد از مدت ها تو براره سرم و بالا بگیرم. قربانت بشم. الان خیلی خوشحال میدی؟ خیلی. ای قربانی بچم. پس دیگه قول بده همینجا پیش ما فهمون به شادونت قول بده که دیگه کسی رو نوزنی، رو کسی خنجر نوکشی. ها قبول. قول میده مخ مرو دوست دارم. ای قربانی بچم همه هم تو رو دوست بدارن. Thank you.
شادونه خانوم وقوان وخوای بریم از خودمون پیاده روی در وکنی؟ نه من حوصله نمیتونم. وخوای بریم تو بازار یه گشتی وزنی؟ نه من اینقدر کار و دارم. خب وخوای بریم خونه شیر فرهاد یا سرنار از خودمون مهمونی در وکنی؟ نه حوصله نمیتونم. تو چقدر بی حوصله بیدی بابا، چرا با من بد اخلاقی وکنی؟ چطور به این ببر جونه که ورسی حوصله وداری؟ ببینی پیرمرد حوصله ندارم. نه ببینی ببری خوابید، خب بیدار بشی. خب خوابید که خوابید، مگه من گفتم تا لنگ زور اجری لندور و خوابه؟ ای مرد خب وشنه به بده. ای وشنه من که وشنه من، آقا خدا رو خوش و یاد من پیرمرد صبح تو شب از خودم کار زحمت در بکنم، عرق بریزم بدم به جلوی لندور و خورم. مرد بیدار بشه وشنه به بده نمکن. بعد که بعد من دیگه حرف پول از خود در من نکنم، من دیگه پول ندارم بدم به این لندور و خورم. ای من هی بخوام هیچی نمکنم تا از من حرف بکش. اگه اون پول 4000 تومانی شو بدی جایزه شو که دیگه مزیر بار ملت تو مرد نمونه. همچی بگو جایزه این کار فکر بکنه که ما این چندر قاز رو بخوای بالا بکشیم. ها اگه نبخوای بالا بکشیم پس چرا بهش نمیدی؟ ای بابا پول تو بخشداری بید مراحل اداره داشته بید. من همین روز دستور وعدم به معاورم اون یکی به موشی پول شدا بکنه من نازده جلاش. من دیگه استباری نمیدارم. ای من دیگه باش 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 من دیگه تو این خونه اخر نه. ای خجالت نمه کشه این مرد آبرو ببره. ای ببری جان تو بیدار بیدی؟ خواب بیدی؟ بوام داره برمیده تحبیه کته بیام بخش داری مجوز آمپور بدید. های ایمت بوام داره برمیده مجوز آمپور بدید برم اون بر بوام بخلی بوام داره برمیده. عزیز من هر کاری یه روشی داره، برو بخش اداری. بوام من میره یه مجوز آمپور برم. عزیز من هر مجوزی باید سیکل اداریشو طی کنه. سیکل اداریشو طی بکنه. آره عزیز آم تون باشی داره برم میره. عجله نکن اصلا شما داره برم میره. بیا عزیزم اول پول چای رو بده. بوام آخه جان نسار بگیر. بیا آقا چقدر هول بدید و هول نباشید. بوام داره برم میره. خب برو بخش معاونت برو اونجا اون دوتا آقایو. بوام داره برم میره. بوام داره برم میره. زیر بگیر پول بگیر. بیا امزا و کو بده من. بوام باشید داره برم میره. ای چیه؟ بوام داره اون داره من میره. بوتم مجوز بدید. برا آمپول. نه برا آمپول. برا این ریاست. اوجا. خب. بده به من ببینم. درخواستش باید ورسی بشه. مشکلت چی هست عزیزم؟ بوام داره من میره. گفتم بیام بخشداری. به مجوز آمپول بدید. خب شیرفرا جان. بگو ببینم ما در بخشداری هان بخشنامه چیزی برای این کار داریم؟ هایی طبقه ای چیزی که یه لحظه اجازه بدی من اینا پیدا بکنم. بوم داره بریده تو بررسی بکنم علاوه گوه. هایی مجوزی ما این یه سری شکایت کرده بیدن که ای آمپولی که ای طبیب وزنه درد دارم. از او به بعد یه بخشنامه ما ایجا خودمان دروه کردیم که از این به بعد طبیب برای تزریق آمپول مجوز باید از این بخشداری داشته باشه. بررسی بشه. آقا زود باشید بوام داره برمیره. درخواستت باید بررسی باشه. بوام امور تو باشید دیگه. خدا رحمتش بکنه. خدا رحمتش بکنه. بونت برم یه مجوز کف رو دف براش ساده با. خدا شما رو اما نمکنه. اگه این بخشداری نبید ما باید چی کار بکنیم؟ خدا
واقعا آدم لذت ببره کار این مردم بیچاره را را بندازه. آه قربونت برم، گفتی بیچاره، یاد خودم افتادم پسره گلم. این مواد همی جیری به من گیر داده، من کله من را کچل بکرده که این جایزه دستگیری این راستنا رو به این ببری بعدی. حالا این چقدر هست؟ البته بعد از کسر مالیات و سهم بخشداری ببینم 4000 تومان میشه؟ باید محاسبات دقیق بشه سردار جان. من الان خدمتتون عرض بکنم محاسبات دقیق شما انجام بدم. بله شیر فرهاد انجام میده. این پولم او آوده من. این آوده. خدمتتون عرض کنم که این مال امور اداری بیده. ایام ای چیز ایام مال ای بخش بخشداری سهم بخشداری میدم. دستو در نکنم. ایام مال ای مالیات میدم. ودیم به ببری زیادش بید که بابا. نه دیگه بالاخره فامیله دیگه، ما جانمون در ورد برای دایی جون یه دونه که بیشتر نمید. اینم ودید ببری. خب که شما منو صدا بزدین بیام کارم داشتین. و خواستم بگویم که هفته دیگه وی افتادیم. وی افتادیم؟ کجا وی افتاده بیدیم؟ خونه ما دیگه بخور بخور بید. شما الان ودارید به ما توهین وکنی؟ نه شادونه جان، برای چی توهین وکنم؟ من لیلون و شیرفرهاد رو دعوت وکردم پاگوشون، ولی که از اونجایی که دوم به شما به دوم به شیرفرهاد وصل بید وگرم خب شما هم تشریف ویارید دیگه. نه خیلی ممنون، ما نویاییم، دست شما در نویاییم. شادونه جان حرفا بزنی، این رسم بید، اگه تشریف نویارید آبروزی وشه. فقط یه چیزی. فقط بگویم که برادرتون این ببری خان رو که نویاری. اگه صلاح بدونیم ویاریم، اگه ایشان هم لطف کنن ویان که قدمشان رو چشم ما، ولی اگرم که نویان که سعادتی بید که شما از دست ودادین. قدمش که رو چشم ما، ولی ودونی مردم چی وای گولنزج؟ چه وای گولنزج؟ وای گولنزج که بد قدم بید. نه وگین این حرفا رو از خودتان در بیاوردی؟ من چرا از خودم در بیاوردم؟ مردم وای گولزج، تازه وای گولزج که چشمشم شون بید بد قدمم. نه وگین، نه قشنم هم این حرفا رو. سلام 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 دیگه تا الان بر شده 25 تا. دست و جان بون، دست و جان بون دیر بشه. خاک من چون که من کردی چه ترس کار کردم بید. وای زندگی برباد رفت، نگاه آتیش زدی به مالا. چه ترس کار کردم بید، دست و پا چلفتو. چه ترس کار کردم بید، برو نمیخوام ببینم، برو آتیش زدی به مالا، همه چی خراب کردی. دست با
آی مردم به دادم برسید، بچه همو کش. آی مردم به دادم برسید، بچه همو کش. مردم به دادم برسید. پتنک های منه، چیپ تو که بودار منه، توزگه دوزانه ننه، توزگه دوزانه ننه. با پات برچی، پات برچین دیگه. من چه جر بزنیم، جر نزدم به تو افتادن دیگه. پا برچین به خود وی افتاد، من بردارم پا همو قومه. دو بره را پات بردار. من بر نبردارم، به خودت وی افتاده، من بر نبردارم. توهین میکنی به مأمور دولت در حین انجام وظیفه. به مأمور دولت چه ربطی داشته؟ بید به خودت وی افتاده، خودت باید ور برداری. پاتو بردار از روی میز مأمور قانون، بردار پاتو تا سوراخ تا کردم. زوری بید دیگه ها. خب برو برگرد، حالا ناراحت نشدم، باید این آواز در بکنم. بردار تا سوراخش نکردم پاتو. بابا اونو ور برداشت. بردار رو پاتو، اینم جفتشو بردار، کامل سوختی شد. بخواست بچه منو بکشه. منو وزد که مره منم وشه کسی نو شاهد میدن. تمام کیسه های نو خودم وریختم این پخش پلا بکه. میگم کی بازو بخواست قضای منم بخورم، من ندوستم بخورم. میگم کی ببری خان. ببری خان هرچی فکر میکنم، تفکر از خودم در میکنم که این مهمانی سردار مناسبتش چی بی؟ چه مدونم، لوس بازی. مثلا وقت شیر فرهاد و لیلون رو پاگوشا کنون بکنم. خب زحمت بکشیده، یه ها وزاش سال دیگه پاگوشاشان بکنم. یادت و یاد مادر شوهر بلور، گذاشت بلور دو شکم وزایید بعد دوتشان بکنم. ای بابا آخه شوهر بلور چلمنگ بی. نه شوهرش چه گناهی بداره، ای تقصیر خواهر شوهرش بی. ودیدش خواهر شوهری بداره، ای فتنه بی بیچاره بلور و میرن براش. فکر میکنم که به بحث خودمون برسیم خیلی بهتره. همه موافقن؟ بهتر. بسیار خوب. راجع به چی صحبت میکردی؟ بلور. نه میدونم، قبل از اینکه به بحث بلور بپردازیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ بلور. نه منظورم اینه که اساسا ما برای چی اینجا جمع شدیم، در مورد چی میخوایم صحبت کنیم؟ بلور خانوم. خب پس همین بحث بلور رو ادامه بدیم بره پی کارش. تو اینه همین حرفا رو وزدی که بحثو بکشانی به بلور. ای دختر ولش بکن. خب چه بکنی، این همین جور بید دیگه، باید بسوزی و بسازی. من وقوام حالا ای تو وقوای شادونه، این ببری رو با خودت بیاری تو مهمونی. من بدون ببری هیچ جا نبرم دیگه. نه باشه، این مایه آبروزی باشه، آبرو سردار بره. من وقوام که از خودمان نظر خواهی در بکنی. موافق میدم. من نظرم این بید که ببری رو با خودمان ببریم. نه من مخالف بیدم، نظر تو چی بی؟ من بگوام که اینه نوبریمش، چون این اوجا یه چیزی بهش ووی گولنس شه، بعد من خون و خون ریزی را بندازم. من افسوس بخورم، من دق بکنم، تو آخه نبخوا یک نظری از خودت مدی؟ خب من فکر میکنم با توجه به جمعی جهاد و حفاشی اطراف موضوع بهتره که نوبریمش. نوبریمش؟ کی از تو نظر بخواهی کرد؟ دیگه مامان بابات خیلی دارن اذیت میکنن. نه توی اینا را اذیت بکنی. اذیت ما بکنی. حالا رای گیری بکنیم که آنهایی که مخالف میدن که ما ببری را با خودمان ببرین دستشان بالا. آنهایی که موافق میدن که ما ببری را با خودمان ببرین دستشان بالا. پس ببریمش دیگه. الان نفهمیدین چی شد، رای گیری تو منو کشت. مردم دستی؟ یه خبر بد، یه خبر خیلی بد، طغرل این ببری خان بازداشت نکرد. ای خاک و چوک که من شد، خاک و چوک که من شد. ببری و الان تکلیف من با شما چیه؟ با اردنگ بندازشون تو بازداشتگاه طغرل. تکلیف من با این جانوری که افتاده داره بخش به هم میریزه چیه؟ تیر بارونش بکن طغرل خان. با این چه وضعیتی بی باشه؟ من نبدونم، واقعا نبدونم. خب من داشتم همفکری وای کردم. خب تو چرا هی داری تو ذوق من وزنی؟ من آخه من چقدر از دست تو وکشم آخه؟ خب همش حال من هی وگیری.
تو اصلا خجالت نبکش، این سیبیل منو وکنی، تو بدونی من چقدر زحمت بکشم تا این سیبیل دوباره در بیاد، یکی سیبیل تو رو وکنه خوشت بیاد. بابا من اینجا من خودم کسی میدم، من رول اصلی میدم مثلا، حالا چی مشده که من باید هی تو سری خوره تو باشم؟ آه اصلا منو وکش، من حالا بگیرم آواز بخونم. ها منو وکش، وکش تو از خردو خالم بدتر، نه منو نه وکش، من نه وکم همینم. آخر جان دلم برات وسوزم واقعا که تو چی وکی بیاد دست اینجا؟ خسته نباشی. ایجاد اختلال در نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی برره، چه میدونم ایجاد خسارت در مالی و جانی و هزار کوت و زهرمار و کتکلگری دیگه در حوزه استفاضی من. خجالتم نبکشن. یعنی رو داری قد شکم او بگوری کتپرد پیر مرد جلب. خب مسئولیت این قضیه الان با کیه؟ به جان تو قول من اصلا مسئولیت قبول نبکنم، مسئول ای بید. آقا به من چه ربطی داره؟ من داماد خواهر ببریخانم، شما که شوهر خواهرش، شما بگو نسبت کی نزدیک داره؟ ها تو؟ با شما صحبت نکردم، شما بگو. مصبه من در حلقتونه، تکلیف من الان چیه بسهد؟ نبدونم بتونه تو. من هم که اصلا نوفهم، من هیچی نوفهمم. خب میخوایی من اینجا یک تعهدنامه امضا بکنم؟ اینم بد نیست، اینم بد نیست. میخوایی من یک وثیقه بذارم که اون چمپت شب توی بازداشتگاه نخوابه؟ اگر این کار رو خدا از بزرگی کمت نوکنه چیگم. سنجو خواه برام قربان بینجا ببینم جانم قربان، این دوتا چومپت و چرمت کتپشت خلماک بدپویزه ور میداری میبری کنار دست و فامیلشون توی بازداشتگاه، شب اینا تو جاندارمری مهمان میباشن. سوکو تقرو جان، به جان تو با اصرار زیاد ما امشب منزل سردار مهمان دیدیم. ببر اینا رو میگم سرجوخه. تقرو ببخشید من نمیتونم امشب در خدمت جاندارمری باشم، مسواک ما همراهم نیاوردم، اگه اجازه بدید مسواک اون رو همراه خودم امشب با همین دندونات یکی یکی مسواک میکنم. بردار برو نشسته یه تخمه بر من پوچی میکنم. بردار ببر اینا رو بیرون. از مفتر با من تو شوخی نکنه با من، بیری زندان خودت خیلی نشنگ. برو تغرل منو ببخش، من خیلی دلم برای تنگ نشد، احساس نکنم. خب بابا زمان بکنم آخه شادونه، تو چطور خجالت نه بکشی؟ تو چطور دلت نیاد من پیره من شب تو بازشگاه تغرل نخوام؟ خب اینا که وگویی به ببری چه ربطی بداره؟ بی خود حرف مو از خود در من نکن، تو اگه فکر آبرو من پیر مرد نبیدی تو برره، فکر اون شیرفرهاد پسرت باش که نمتونه سرش تو برره بالا بگیره، فکر اون سرنا دخترت باش که از شوهرش کیانوش سرکوف بگره. خب من چی کار بتونم بکنم مرد که نوه کردم؟ دورا بیشتر نوه داری، یا باید ببری رو وندازی بیرون یا بیرون وندازی. ها من هیچ کدوم از این دو کارو نمیتونم بکنم. گوش نکن بابا، گوش نکن، گوش نکن. چی بگم؟ شادونه گوش نکن، از موقعی که این داداش بعبید اومده تو دیگه به من محبت درمان نمیم کنی. من قصه دار میدم نکنم. آخه هرچی حدی داشتم میده، آخه تو این قضا خوب بود بدم بخونی. باید به ببری حرف بد در مکنی از خود این بچی چی بگم؟ من قیره تو بگم بود چی چی بگم؟ نه من دازی خودم بیرون بندازم. ها تو این کارو بکن، وقت منم خودم برم بیرون. ها بندازم، هم تو رو بندازم، هم اون رو بندازم. ها تو این کارو بکن، هرچی من دیدی از چیش خودت بدید. حالا فرابینه این کار بکنم، منم خودت خودت بزرم، ها بزرم، آینه من همه را بکشم، همه دای ببری را اذیت بکنن، من همه اینا را بکشم، هیچ کس دای ببری را دوست نداره. خب البته سرناز ببین، من میخواستم بهت بگم به نظر من خب دیگران حق دارن دیگه. یعنی که چه؟ یعنی که دیشب دای ببریتون جیب بنده را زده؟ کیانوش تا حالا کسی سرت با خنجر ببریده؟ خب یکم ببین یکم منطقی باش. دیشب شیرفرهاد که اینجا نبوده، تو هم که دست تو جیب من نمی کنی، یه دایی ببری میمونه دیگه، معلومه دایی ببری جیب من رو زده دیگه. دایی شما جیب بنده رو زده، دایی شما جیب بنده رو زده. سلام علیکم. این اینجا خب معلومه دیگه، من که دروغ نمیگم، پولام نیست اینا، پولام نیست، من انقدرم حواسم پرت نیستش که بیا، پولام نیست، من انقدر رام دیگه حواسم پرت نیستش، بیا اینا بیا. آه
تو برداشتی؟ مال خودم مال مال منم اگه فهمیدی میذارم سر کار نمیکنم بی خودی حرف مفصل خود در بند نکن. خب من که هنوز حرفی نزدم که. خب معلوم بود که بخوای حرف مفصل خودت در بند کنی. اتفاقا اومدم اینجا باهاتون یک صحبت مهمی داشتم، باید یه فکری به حال این ببری خان بکنیم. دایی ببری رو میگم. تو فکر کردی عقل کل میدی؟ فکر کردی تو از همه ما عاقل تر میدی؟ نه، شما از همه عاقل تر بیدین. دایی ببری دچار پارادوکس فرهنگی شده، واسه همین حالش بده. باید یک شرایطی رو براش به وجود بیاریم، یعنی یک جور تطابق فرهنگی. متوجه این؟ نه. خب خسته نباشید. ببینید ما باید بهش در واقع یک جور آموزش، اجازه بدیم برره‌ای خدمتتون بگم، ما باید از خودمون براش آموزش برره‌ای در بکنیم. جیگر. ای بابا برره گفتی جیگر. پس الان چیز دیگه ببینم کیا جان، این چیزی که میگی مایه پایم توش داره؟ شما دو سه تا بید از برره یا جلوتری با اجازتون. سپاسگزارم. خواهش میکنم. ببینم پس موافقی؟ ها نه ها ببخشیدا، مگه دایی ببری من هلن کلر بیده که ما باید آموزش در بکنیم از خودمان؟ شوخی میکنی؟ یعنی تو میدونی هلن کلر کیه؟ وش داشتی میگی هلن کلر؟ نه هلن کلر تلفظی صحیحش همون که از خودش یادگیری در بکه. از باور دارم خواب ببینم من. آره؟ آخرش هم زبان اشاره رو اختراع کرد. آره باورم بشه این چیزا. پس هلن کلر رو میشناسی؟ ها نه ولی میشناسی نا؟ ها نه به جون خودم میشناسی؟ ها نه درد بگیریم میشناسی؟ نه ای دیوانه سو، ای هیچی تو زندگی نفهم. میگم شما میگین ها همه تون گوش بکنی. این صدای کیه؟ ها ای وجدان من بیدست، شما نبخواین هیچ کاری برای ببری خان بکنی؟ ها نه نه ها و خواهم یه انتقاد سازنده ازتون بکنه. ای خاک بر سر او چرمنگ بی وجدانتون بکنه. آه آه جان شادانه. ای حرفا چی بید وزنی؟ تو کی من رو اذیت بکردی؟ منم خیلی خوشحال بیدم که تو رو پیدا کردم جان خواهر. قربانت بشم. خوهر قربانت باشه ببری جان که من که دوست نداشته بیدم. ای ببری thank you.
شما چطور؟ بفرم. سلام علیکم. دایی اومدیم یه واقعیتی رو بهتون بگیم. ما همه اشتباه کردیم. ما دوست داریم که شما پلوه ما بمونید. من از طرف همه دارم صحبت میکنم، این حرف من نیست. ببینید توی این اتفاقی که افتاده در واقع مقصر شما نبودید، ما مقصر بودیم. حالا هم تصمیم گرفتیم که جبران کنیم. شما پلو ما بمونی، ما راه و رسم زندگی در برره رو به شما یاد میدیم. اینه ولش بکن دایی، این حرف مجانی از خودش در بکنه. مفت منظورتون؟ همین این حرف مفت بزنه. گوش بکن شما، این بر بگردیم به برره. تو برره همه منتظر شما بیدن. خب نه، اینی که من بگفتم این فرق بکوله این با اویی که تو بگفتی. این کچلواریه که دوست داریم. این کچلوار رو من براتون اومدم. چقدرم برازنده شما. الهی قربون محبت برم. چه محبت. این دایی خیلی مهربونی. ولم کن باش. حالا میخوای بریم برا. خیلی خب دقیقا فهمیدی چی شد؟ با دست ندایی بهت میگم. دست نزن. فهمیدی چی شد؟ الان برو بیا. برو. نه. پا. بیا. ببین پاهاتو خیلی به طرف داخل اینجوری جمع نکن. پاهاتو به طرف بیرون. پاهاتو به طرف قدماتو به طرف بیرون. با دست نبهت میگم. ببین منو. برو عقب. برو همونجا واسا. اینجوری. خب؟ حالا همه اینا به کنار. وقتی داری از کنار برره‌ای ها رد میشی، خب اگر صدات کردن، مسخرت کردن، اذیتت کردن، بی خودی خواستن تو رو سر کار بذارن، اصلا محلشون نذار. میگم با دست نه، اصلا محلشون نذار. همینجور سر تو بنده پایه بغلشون رد شو. میدونی چطوری؟ ببین اینجوری میری. برو بیا. تو میفهمی من چی میگم نه؟ دایی تو محشری. هایی کلاس جامعه شناسی بیده و فهمی؟ هایی کلاس جامعه شناسی بیده. هایی درس اول جامعه شناسی برره ای بیده که هیچ کسی هیچی نو فهمه. هیچ کس هیچی نو فهمه. همه این بختک و یفتن رو زندگی آدم. الان و فهمی چی و گوه؟ ها؟ ای درس دوم ای ابهته، ای که باید جذبه داشته باشی و فهمی؟ باید جذبه داشته باشی برای ای که ای سرت اگه وندازی پایین همه و پران رو کولت، همه رو کولت سوار بشن. باید جذبه ابهت داشته باشی. الان و فهمی چی و گفتم؟ الان فهمیدی کامل. ها حالا گوش بگیر. ای سرت ها بگی بالا. ها ای سینت ها ود جلو. ای شکم تنده سینت ها ود جلو. ها ابروات حالا تاب وده. ای تاب ابروه. یکی بالا یکی پایین. یه نفهم اضافه شد به براره. یه تا یکیش بالا یکی پای. تکان نده سرتا. سینه جلو. ابروها تا و تا. بس صدا رو وندازی تو گلو. جذبه داشته. خب حالا من نوگیر پولش حالا داری ودی کلاس ها؟ اینا خوب فهمیدی ها؟ پولش ها نوداری ودی؟ خوب گوش بگیرین ببینین چی بگوام. شما فقط باید به من قول بدین که هرچی خانم معلمتون لیلون خانم بگوه شما گوش بدین. خب ببینید آقای ببری، یکی از راه های موفقیت اعتماد به نفس بید. خب یعنی که چی؟ یعنی که شما اصلا نباید کم بیاری یا خجالت بکشی یا این که وترسی. این خیلی بد بید. شما فقط باید هر از گاهی یه اظهار نظری همینجوری الکی از خودت در بکنی بره
پیکارش. ها مفهوم بید؟ مفهوم بود. بید یه وقت به کار نبرین چون این خیلی کلمه بی کلاسی بید. ها بعدش هم این که شما راجع به هر چیزی که انجی نمیدونی باید هر از گاهی یه چیزی از خودتون وپرونی. چرا؟ چون وگوان چقدر باسواد بید. خب و ببینی شما ببینی فوقش اینجوری شما یه چیزی وپرونی وگوان که چی وگفتی مچتون رو وخوام وگیرم. شما به راحتی وگوی چی؟ نمیدونم. خب حالا بریم سراغ صرف افعال. و گوین نیدونم نیدونی نیدونه. خب نیدونیم نیدونید نیدونن زجگی جویت خوبید خیلی خوبید عالی با استعداد بیدید. یکی از شناخته شده ترین راه های اقتصادی این بید که وری پول وگیری، اونم پول زور وگیری، جلوی مردم رو وگیری وگوی پول وگه پول زور وگه. خوبید؟ خب ایران نوجانه. راه حل دیگه یعنی یک درس دیگه که وخم باید بدم این بید که به هیچ کسی پول نودی، ولی اگر کسی وخواد از تو پول وگیره آن هم به زور باید وزنی وکشیش. نه اگه از یاد وکرد وکشیش. نه خب وزن لهش کن، صورتش و فکش و بیار پایین. نه گازش وگیر. خب نه خب یه چنگ بنداز صورتش، انگشت تو وکن توی چشش. نه بشکن که ایرادی نمداره. نه ماشو بکش. گوش وگیر، شعر باید دوتا ویژگی داشته باشه. اول اینکه با روح آدم بازی وکنه، بعد جیب آدم رو پر پول وکنه. داری منو؟ مثلا شاعر اینجوری وگوه: سعدیا مرد نکونام نومیرد هرگز. تو بعد اینجوری وگویی: بگورا مرد نکونام نومیرد هرگز. کارگاه ما خوبید. خب بید. ها الان ما کلاس فضا نوردی داشته بیدیم. ها خب ها چی بیده بو وکنه باز خودش. خب ببین اول وقتی وردی فضا باید چی کار بکنیم. مواد لازم یکم گردن خود باید داشته بیدیم، بعد یه چیزی به این صورت از این چیزا باید داشته باشی. خب حالا اول اینو واو کنی، بعد اینو وکش رو سرت که بدآموزی نداشته بید. اینو دقت داشته باش. آه ایجور وکش رو سرت. حالا گردن خودو بگیری ایجور. نه حالا الان رفتی فضا. آه نگاه بکن، نگاه بکن فضا رو. آه کهکشان راه شیری بیدن. آه عطارد رو نگاه بکن. الان نکنم سر آه مدیشان این راه و رسم فضا نوردی بیدی بهترین نه برای فضا. آه دایی جان شما استاد من بیدی. من چیزی نودارم که به شما یاد بدم. من همینه وی آمدم خدمت شما که از شما یه فنی چیزی یاد بگیرم. آینه یعنی خنجر آویختین. خب پس من این خنجر پیشکش بکنم. اینه شما وگیریم. هر به برره که جسارت وکرد وزنی با این نصفش بکنین. آنه ها خب پس اینه هر برره که جسارت وکرد شما به من وگویید من خودم نصفش بکنم. واقعا که این کچلوار برا زندته. خب یه مقداری باید روی تکلمت کار کنی. گوش بده به من، دستم با دستم بهت میگم دایی. ببین یه مقدار باید روی تکلمت کار کنیم. اینو تکرار کن بعد من رفتم. من رختم. نه ببین ایراد، یه مقدار دوچار کسرت خه هستی. البته درست میشه، با دستم بهت میگم دایی. کیوون هم دوچار کسرت کاف بود. اصلا ناراحت نباش. بگو نه 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 ببین نه 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 اصلا سکوت کن.
وگو هم من که چشم آب نبخوره. این وگو سالار خان خیلی خوب و اینک ببر خان برره وارد بشم. پول بدید، پول پول بدید، پول زور بدید، پول. خوبید؟ ببخشید شما چرا اینطوری شدین؟ نه نه دوام نه دوام